اجازه بدید با اشکال صفایی همکارم از حیفا همراه بشیم تا برای ما بیشتر بگه از اونچه که تا این لحظه میدونیم درباره این اتفاق. خب پریسا، در هر لحظه‌ای که میگذره اطلاعات بیشتری منتشر میشه در این زمینه که چرا مثلا اسماعیل هنیه رو اسرائیل انتخاب کرد که در ایران هدف قرار بده، البته اسرائیل هنوز رسما مسئولیتش رو قبول نکرده، چرا، چگونه او هدف قرار گرفت، اینکه تبعات اون چه میتونه باشه، همه این اطلاعات میتونه بیاد داره میاد بیرون و اگر نگیم گاهی شاید باید بگفت حتی بگیم که بیشتر وقتها ضد و نقیض هستن. مثلا درباره اینکه اسماعیل هنیه چطور هدف قرار گرفته تا الان چندین سناریو مطرح شده از سوی چه رسانه‌های اسرائیلی، چه رسانه‌های ایرانی، چه رسانه‌های بین‌المللی. آخرین موردی که مطرح شده کانال 12 اسرائیل کمتر از یک ساعت پیش یک توییتی زد، یک خط هم بیشتر نبود، که به نقل از منابع ایرانی گفت که اسماعیل هنیه توسط موشکی که از ساختمان مجاور اون ساختمانی که در اون اقامت داشته شلیک شده کشته شده. این اولین بار هست که همچین چیزی رو ما میشنویم. بعد از اون همین خبر رو سکای نیوز به نقل از کانال 12 زد و بعد باقی رسانه‌های اسرائیلی هم اون رو کار کردن، اما خب منبع اصلیش همچنان کانال 12. به جز اون ما خب تا از صبح تا الان، شاید بشه گفت از نیمه شب گذشته تا الان به وقت اسرائیل، گزارش‌های بسیار متفاوت شنیدیم، از اینکه یک ریس پرنده، یک کوادکوپتر بوده که او را هدف قرار داده که اون هم میبایستی از داخل ایران بلند میشده، تا اینکه جنگنده اسرائیلی اون را هدف قرار داده، جنگنده از داخل ایران شلیک کرده، جنگنده خارج از آسمان ایران بوده که شلیک رو کرده. تمام این گزارش‌ها منتشر شده و هنوز خب ما نمیدونیم که دقیقاً کدوم یکی از این گزینه‌ها درست است. مورد دیگه، مورد این هست که خب چرا اسرائیل اسماعیل هنیه رو در این زمان در تهران هدف قرار داد؟ اسماعیل هنیه در طول 10 ماه گذشته سفرهای بسیار داشت. او به صورت دائمی در قطر زندگی میکنه، اما سفرهای بسیاری داشته در این مدت، از ترکیه گرفته تا لبنان و مصر و بسیاری کشورهای دیگه، اما اسرائیل در هیچ کدام از این کشورها اسماعیل هنیه را هدف قرار نداد. دلیل این که چرا در این کشورها هدف قرار نداد، خب دلایلش متفاوت است. برای هر کدوم از کشورها اسرائیل نمیخواد بیش از این چیزی که الان هست رابطش با ترکیه بد بشه. ترکیه عضو ناتو هم هست و اسرائیل نمیخواد حمله ای رو در خاک یکی از اعضای ناتو انجام بده. در لبنان موضوعات دیگری هست، حضور حزب الله و غیره. در قطر اسرائیل خب به گفته رسانه‌های این کشور از ماها پیش به دولت قطر در واقع تعهد داده اسرائیل که رهبری حماس رو در خاک قطر هدف قرار نده. و خب مصر هم که در واقع اولین کشور عربی بوده که با اسرائیل پیمان صلح امضا کرده، در اون مورد هم اسرائیل نمیخواد چه این اقدامی بکنه. اما اینکه چرا در ایران این اقدام رو کرده، وبسایت خبری واینت یک تحلیلی در همین زمینه منتشر کرده و گفته که دو دلیل میتونه داشته باشه. مهمترین اونها این هست که اسرائیل میخواسته یک پیامی رو به مقامات جمهوری اسلامی بده، پیامی چند لایه، اینکه تا چه حد از نظر امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل به صورت مشخص موساد درون در واقع دستگاه رهبری جمهوری اسلامی نفوذ کرده، اینکه اسرائیل حراسی نداره که اقدامات این چنینی رو در خاک ایران انجام بده، از جمله اگر اینکه ایران جمهوری اسلامی بخواد در واقع میزبان دیگر رهبران سازمان‌های به گفته اسرائیل تروریستی هم بشه، و البته اینکه اسرائیل میتونه این اقدامات رو دوباره علیه خود مقامات جمهوری اسلامی هم انجام بده. و نهایتاً در مورد واکنش ها هم در واقع گزینه های مختلفی مطرح میشه، هرچند که هر دو طرف، هم اسرائیل هم جمهوری اسلامی، میگن که خواهان تشدید تنش و یک درگیری تمام عیار نیستن. خیلی متشکرم از توضیحات اشکال صفایی همکارم که از حیفا اسرائیل همراه ما بودید.